بدون شک، ولی ما رو کاملا بی تفاوت نکرده. دقت کنید، حواستون باشه، خیلی وقتا میگن که نگاه نکنید، همش دنبال خوشی باشین، مواظب باشین. ببین، من تالنت شو دارم در اینستاگرام، من به دنبال خوشی هم هستم. اصلا باید انسان شاد خودش رو نگه داره تا بتونه تواناییش رو بالاتر نگه داره، ولی انسان باید آگاه باشه به جامعهش که چه اتفاقاتی داره میفته. حواستون باشه که وقتی اینجوری یه دفعه رخنه میکنن و تو رو از دنیای مجازی و از اخبار میخوان بکشنت کنار، دسیسه است. نه بشین 24 ساعت اخبار ناگوار نگاه کن، این رو روحیت تأثیر میذاره، و نه بی تفاوت بشو و فقط برو تو دنیای جلوه‌گری، خطرناکه. دقیقا نظام با سلاحهای مختلف وارد دنیای تو شده از طریق دنیای مجازی که تو رو بتونه بی تفاوت بکنه. چقدر ما این صورتهای عروسکی عمل جراحی داریم میبینیم، چقدر جلوه‌گری بیشتر شده، چقدر فسادهای زیرزمینی بیشتر شده. کاری بهتون ندارن، خودشون انجام میدن، میخوان سر جوونا رو گرم بکنن از این طریق که تو دیگه حواست به سیاست نباشه، حواست به شکلت باشه، به ظاهرت باشه، به اون خانه های زیرزمینی پر از فساد، پر از فساد که میدانید که چه میگویم. آمیزش های جنسی دست جمعی، مواد مخدر، مشروب و و و و و. من به عنوان یه محقق دائما لحظه به لحظه دارم با شما زندگی میکنم در اون کشور و میدانم که چه خبر است. دقیقا نظام اینو از توی جوون میخواد که تو بی تفاوت بشی. پس تو به ایست. زیبایی خرده، فرهیختگیه. دنیا خودتو خوشگل بکنی، دنیا خودتو عروسکی بکنی، همه شبیه هم شدی، ولی اینجا اگر خالی بماند خطرناکه، برای اینکه سلولای مغزت دیگه کار نمیکنه برای خرد و فرهیختگی. و مطمئن باش از تو زیباتر همیشه هست. وارد یه همچین مسابقه خطرناکی نشد تو جوان. حواسمون به سلاح‌های جمهوری اسلامی باید باشه. ما ملت بی تفاوتی نیستیم.